74 روز به پایان 100 روز نخست کاری حکومت وحدت ملی مانده است. در 26 روز کاری حکومت وحدت ملی تا حال دو بار رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با رهبران تازه افغانستان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی گفتگو کرده است. شاید هیچ رئیس جمهور در تاریخ آمریکا با رهبر هیچ کشور چنین نکرده باشد. به نظر می رسد که هنوز هم افغانستان از اهمیت ویژه برای ایالات متحده آمریکا برخوردار است. هرچند تیرگی روابط کابل و واشنگتن در زمان حکومت حامد کرزی توجه سیاستگران آمریکایی را به افغانستان کمتر کرده بود و از حضور درازمدت در افغانستان دل سرد. اما حالا رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اشرف غنی و احمد عبدالله عبدالله را به ایالات متحده آمریکا دعوت کرده است. در بخش نخست برنامه 100 روز نخست، حکومت وحدت ملی با میراث بجامانده از روابط تیره و پرتنش کابل و واشنگتن از حکومت حامد کرزی چی خواهد کرد؟ آیا با امضای توافقنامه امنیتی و روی کار آمدن حکومت وحدت ملی همه مشکلات در روابط افغانستان آمریکا برداشته شده است؟ و اوباما با غنی و عبدالله در گفتگوی ویدیویش چی توصیه ها، پیشنهاد ها و هشدار هایی به این دو رهبر تازه کار داده است؟ اما در بخش دوم برنامه نگاه داریم به یک هفته اخیر کاری حکومت وحدت ملی. در این یک هفته چی پیشرفت های در اجرای فرمان های پی در پی رئیس جمهور غنی صورت گرفته است؟ و در حکومت وحدت ملی چی کارهای تازه انجام شده است؟ سلام، من فواد امان هستم. در بخش 5 دقیقه اول برنامه 100 روز نخست عازم آرش خبرنگار تولو نیوز اینجا با من است. درباره کارهای امروز حکومت وحدت ملی گزارش میدهد. آقای آرش بسیار خوش آمدین. تشکر، سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. داستانی کل امروز از پیشرفت ها در بررسی پرونده کابل بانک خبر داد. در این راستا چی کارهای تازه انجام شده؟ تشکر هم کار عزیز. آنچه که قبلا گفته شد 26 امین روز کاری حکومت وحدت ملی است. البته نخستین کار را که حکومت سرازو بیشتر تاکید داشت پیگیری دوباره پرونده کابل بانک بود. آنچه که داد لوی سرانوالی حالا میگه پیشرفت های داشتن و تلاش ها بسیار زیاد شدت گرفته تا بتانند آنچه که نگرانی ها بود، آنچه پول هایی که گم شده بود دوباره پیدا شد. اما آنچه که دیدم میشه هنوز هم 12 متهم کابل بانک متواری هستند و دادستانی لوی سرانوالی به کشورهایی که در اونجا پناهنده هستند کمک همکاری خواسته تا بتونه وارد دوباره برگردانه به کابل، آنچه که مشکلات و نگرانی ها در پرونده کابل بانک است دوباره بازرسی شود و نتیجه به دادستانی کل همچنان گفته که 226 میلیون دلار از پول های گم شده کابل بانک دوباره به دست آوردن. این پول ها را از کجا و از نزد چی افراد به دست آوردن؟ در این باره چیزی گفته دادستانی کل؟ خب دادستانی کل در عموم صحبت میکنه، آنچه که دیده میشه و کارهایشون شتاب زده شده و بیشتر کار میکنن تا بتونن این موضوع را زودتر حل بسازند. در واقع آنچه که پرونده ها را بررسی کردن و 9 تن از افراد کابل بانک که بازداشت کردن به ها بگمگوهایی داشتن، احتمالاً که پیسی که دریافت شده به این تازگی از امی درک بوده باشه. حالا دادستانی کل همچنان گفت که تا نشست لندن پرونده کابل بانک به انجامش میرسانیم. چقدر مطمئن است که حکومت وحدت ملی افغانستان میتونه به چنین هدف خود تا پیش از برگزاری نشست لندن که برای افغانستان بسیار سرنوشت هاست گفته شده برسه؟ بله، دادستانی کل کار خود میکنه و میخواد تلاش نهایی خود انجام بده تا مهلت و زمانی که تعیین شده برای ازی که پرونده باید پایان بیابه. و رئیس جمهور غنی هم تاکید به این داره که در نشست لندن تمام کردن پرونده کابل بانک میتونه یک دستاورد برش باشه و برای نخستین بار به جهان نشان بده که این گونه در حکومت تازه افغانستان با فساد و بعض بی‌عدالتی هایی که شده مبارزه میشه. امروز یک انتقاد دیگر هم از حکومت وحدت ملی صورت گرفت. نهادهای نظارت کننده انتخابات از حکومت وحدت ملی انتقاد کردند که با وعده‌اش برای آوردن اصلاحات در نهادهای انتخاباتی تا حالا وفا نکرده یا عمل نکرده، در حالی که دو نامزد عبدالله و اشرف غنی احمدزی پیش از توافق بر سر حکومت وحدت ملی با هم توافق کردند که پس از آغاز کار حکومت وحدت ملی بیدرنگ برای اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی کار خواهند کرد.
در این باره جزئیات چیست؟ بله، آنچه که طولانی شدن روند انتخابات و تأخیر در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری همین گونه در انتخابات شورای ولایتی است، مردم واقعا بسیار نگران هستند از وضعیت کنونی در نهادهای انتخاباتی، همین گونه اکنون نامزدان شورای ولایتی همین گونه نگران هستند و آنچه که اشرف غنی، احمد زی و عبدالله عبدالله توافقنامه را بر سر چگونگی آوردن اصلاحات جدی در نهادهای انتخاباتی داشتند. به این اساس همگی حال چشم برای ازی هستند که باید حکومت وحدت ملی هر چه زودتر گام های عملی را برای عملی شدن این توافقنامه برداره تا اصلاحات جدی در نهادهای انتخاباتی به وجود بیاید. هانچه که نگرانی های بعدی پنداشته میشه، انتخابات پارلمانی هم چند پیش در راه است و میگن انتخابات های بعدی مردم به خاطر رفع از این نگرانی ها و باور دوباره باور به میان آمدن و اعتماد به میان آمدن بین نهادهای انتخاباتی و مردم و نامزدان میخواهند که اصلاحات جدی بیاید و یکی از خواست های جدی مردم از حکومت وحدت ملی است. تشکر شما عازم آرش خبرنگار ترانس داشتید. و پس از وقفه کوتاه گفتگوی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را با رهبران افغانستان با صدیق الله پتمن آگاه مسائل سیاسی و همچنان فردین هاشمی استاد دانشگاه به بحث و تحلیل میگیریم. با سلام مجدد در این بخش برنامه صدیق الله پتمن آگاه مسائل سیاسی و فردین هاشمی استاد دانشگاه کابل اینجا با من است. بسیار خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای هاشمی با شما آغاز میکنیم. با آغاز به کار حکومت وحدت ملی و امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن و همچنان دو بار گفتگوی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان 26 روز با دو رهبر تازه افغانستان، شما چی تغییری را در روابط افغانستان و آمریکا میبینید؟ به نام خدا، با سلام به شما جناب پتمن صاحب و بینندگان عزیز. من باور بر است که ما وارد یک میشه گفت نوعی تنش زدایی ما بین رؤسای جمهور دو کشور با تغییر آمدن دکتر اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور در افغانستان داریم که میشه گفت روابط دو کشور تا حدودی به تیرگی گرایده شده بود به دلیل عدم امضای موافقت نامه امنیتی و بعد از این ما بیشتر مواجه هستیم با کاهش تنش ها در روابط دو کشور و بهبود روابط میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا. به من تصور می‌شین برداشتی از چیزی که داره در حال اتفاق افتادن است. حالا شما چقدر مطمئن هستین گام‌های به خاطر بهبود روابط میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا همین گونه ادامه پیدا کنه و بار دیگر مانند دوره حکومت حامد کرزی با تیرگی نگراید؟ در حکومت حامد کرزی هم در آغاز کابل و واشنگتن روابط خوبی داشتن، اما پس از آغاز به کار دور دوم حکومت حامد کرزی روابط کابل و واشنگتن بسیار پرتنش بود تا مرزی که ایالات متحده آمریکا بار بار هشدار بر خروج تمامی نظامیانش از افغانستان داد. ببینید، اگر خواسته باشیم سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان در 13 سال بررسی کنیم، بیشتر باورم بر این است که تغییر رؤسای جمهور در ایالات متحده آمریکا تا حدودی به فراز و فرود در روابط افغانستان و ایالات متحده آمریکا منجر شد. نزدیکی روابطی که در زمان بوش ما داشتیم با رئیس جمهور کرزی، میان بوش و رئیس جمهور کرزی طبیعتاً فضای مناسب تری فراهم کرده بود برای همکاری ها ما بین دو کشور و تا حدودی شناخت هایی که میشه گفت نوعی هماهنگی بیشتر ما بین سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در منافعی که افغانستان در سطح منطقه دنبال میکرد بیشتر وجود داشت. اما بعد از رفتن جنگ به سمت عراق و مسائلی که بعد از او پیش میآید و آمدن اوباما به عنوان رئیس جمهور در ایالات متحده آمریکا، میشه گفت این هماهنگی کمتر به چشم خورد ما بین دو کشور در سیاست خارجی، خصوصا در سطح منطقه و نگاهی که به همسایگان ما داشتیم. و بعد از او میشه گفت که موافقت نامه امنیتی و عدم امضایش اوج بحران نشان میداد در روابط ما ایالات متحده آمریکا، که با امضایش در روز اول کاری که رئیس جمهور اشرف غنی داشتند، من فکر میکنم که آینده ای که ما در 10 سال آینده ترسیم میکنیم نسبت به سیاست خارجی من در قبال ایالات متحده آمریکا تا حدودی واضح‌تر و مشخص‌تر شده و کمتر میشه از اون بحرانی که ما در 6 ماه گذشته در 1 سال گذشته با ایالات متحده آمریکا داشتیم بشه تصور کرد که در 10 سال آینده هم چنین چیزی دوباره اتفاق بیفته. آقای پتمن، با امضای توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن میشه گفت که حالا دیگر تمام مشکلات در روابط ایالات متحده آمریکا با افغانستان برداشته شده و بار دیگر اما روابط پرتنش کابل و واشنگتن که در زمان حامد کرزی وجود داشت در حکومت وحدت ملی تکرار نخواهد شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام به شما و استاد محترم و تمام بیننده تلویزیون طلوع نیوز. اساسا روابط دو مملکت با منافع
متقابل استوار می باشه و همیشه در همچون موارد یک احترام متقابل وجود می داشته باشه. حالات فعلی با افغانستان در مرحله فعلی که قرار داره باز یک تفاهمی که به سطح جهانی با میان آمد و حکومت افغانستان از او شکل گرفت با می شکل باید پیش می رفت. تا ما می تانستیم از جوی سیاسی جدیدی که برای افغانستان ایجاد شده بود استفاده از زمین می کردیم. به خاطر از اینکه یک کشور بعد از جنگ بودیم و محتاج به بودیم که از کمک های دنیا درست و صادقانه استفاده کنیم که این فضا در دور دوم جلالت مآب حامد کرزی برهم خورد. حالا حامد کرزی شما خبر دارین که بارها گفت که ایالات متحده امریکا در افغانستان صادق نیست. در صورت که امریکا در روابطش با افغانستان صادق نمی بود، حکومت افغانستان چگونه می تونست از روابطش با واشنگتن صادقانه استفاده می کرد؟ ببینین در صورتی که موضوع بهار قدر رسوایی بکشد که یک رئیس جمهوری مملکت سری در یک مملکت دیگه اتهام ببندن که اینها صادق نیستن، پس شما با چه قسم یک انتظار می داشته باشین که با شما کمک کنند؟ حالا شما گفتین که حکومت حامد کرزی باید از روابطش با واشنگتن استفاده صادقانه میکرد، چگونه؟ امی هم یک چیز بود که باید تحمل میکرد و مسائل با ما طور حال میکرد که دیگه هم به تیرگی نمیگیرد. مثلا قوای امریکا در افغانستان موجود بود، با وجود روابط که خوب نبودن قوا در افغانستان بودند، عملیات ها صورت می گرفتن، حکومت افغانستان یک چیز می گفت، ایالات متحده امریکا دیگه چیز و ناتو دیگه چیز. در نهایت امر کی ضرر کرد؟ ما ضرر کردیم. قوای خارجی بود، امکانات خارجی بود، ولی ما از اون امکانات خارجی درست استفاده نکردیم. پس کی متضرر شد؟ ما متضرر شدیم، نه ایالات متحده امریکا. فعلا هم از امی جوی سیاسی که بعد از امضای توافقنامه نظامی به میان آمده این توافقات امنیتی ما باید استفاده درست کنیم. ما نتانستیم در پنج سال اخیری که بودن با نیروهای امنیتی خود تجهیز کنیم، سلاحهایی را به دست بیاریم که ما از خود دفاع کرده بتانیم. فعلا در دهه تحول ما باید در حالت قرار بگیریم بعد از ختم دوره تحول که حد اکثر متکی به خود باشیم و حد اقل متکی به دیگران باشیم. یعنی این پالیسی حکومت باید باشه که آقای هاشمی گفتن که یکی از علتهایی که روابط رئیس جمهور حامد کرزی در زمان حکومتش با واشنگتن با تیرگی گرایید مصروف شدن ایالات متحده امریکا در جنگ عراق بود که در آنجا تمرکز ایالات متحده امریکا به افغانستان نسبت به آغاز کم شد و این سبب شد که روابط کابل و واشنگتن در آن زمان به تیرگی بگرایه. حالا هم ایالات متحده امریکا در جنگ سوریه علیه گروه دولت اسلامی مصروف شده و حالا نگرانی داره که هراس افغانی از سوریه و عراق ایالات متحده امریکا را تهدید نکنه. چی تضمین وجود داره که بار دیگر ایالات متحده امریکا مثل که در جنگ عراق مصروف شد افغانستان از توجهش ماند، حالا باز هم این مسئله تکرار نشه؟ ما حضور شما عرض کردم که کوشش شوه که حد اکثر ما متکی با خود باشه. ما بریم با متکی شدن با خود از امکاناتی که فعلا به دسترس ماست و کمکایی که فعلا صورت میگیره ما طور استفاده کنیم که افغانستان به طرف خود کفایی ببره. به خاطر از اینکه همیشه کچکول گدایی بگردن حکمت کردن مشکل میشه در نهایت امر. درست است جنگ عراق سر موضوع افغانستان شاید توجه متحدین افغانستان کم میکرد، ولی قطع نمیکرد. ما به حالت قطع رسیدیم. فعلا هم موضوع داعش یکی از موضوعات است که توجه جهان به خود جلب کرده، ولی به این معنا نیست که افغانستان فراموش میشه. مثلا شما خودتان مشاهده هستین که یک روابط بسیار گرم وجود داره و این روابط گرم باعث از این میشه که ما از این جو سیاسی که فعلا ایجاد شده استفاده درست به نفع مردم افغانستان بکنیم. با استفاده از توافقنامه امنیتی امریکا و افغانستان باید ما استفاده خوب کنیم با بلی سود خود. توافقنامه راه را باز کرد با توافقنامه که با ناتو امضا شد و سایر کشورها را مطمئن ساختند. ببینید توافقنامه تنها موضوع نظامی نبودن، موقف افغانستان را در منطقه و جهان تثبیت کرد.
حاکمیت افغانستان را تثبیت کرد. کسایی که افغانستان را به یک چشم دیگر میدید، بعد از او میبینه که افغانستان یک جایگاه خاص هم برای ایالات متحده آمریکا، هم برای ناتو و هم در جهان دارد. یعنی تضمین کننده عزیز که دیگر روابط افغانستان و آمریکا پرتنش و به تیرگی نخواهد گرایید. یک طرف موضوع است. طرف دیگه است کسایی که به افغانستان به حیث یک کشور ضعیف میدید، یک کشوری که پالیسی نداره، یک کشوری که سیاست خارجی نداره، بعد از این میفهمه که افغانستان یک کشور مستقل داره، یک سیاست خارجی مستقل و داره یک پرستیجی است که به اساس همون پرستیج باید به افغانستان برخورد کنه. تشکر از شما. آقای هاشمی، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دو روز پیش با رهبران تازه افغانستان گفتگو کردند و در این گفتگو از روند صلح و رهبری افغانها حمایت کرد. ایالات متحده آمریکا و همچنان از آوردن اصلاحات در نظام بودجه‌ای و حکومتداری خوب. فکر میکنید چی هشدارها، چی توصیه های دیگر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به دو رهبر تازه افغانستان داده که تا حالا در رسانه‌ها فاش نشده؟ ببینید، من باورم بر است که استراتژی کلان ایالات متحده آمریکا که به تبع از اون رفتار رئیس جمهور آمریکا هم در قبال افغانستان شکل میده و پیش میبره، بیشتر بر این اساس است که اگر افغانستان باثبات‌تر، اگر افغانستانی که در اون تفکر دموکراسی رشد کرده باشه و نظام‌های دموکراتیک قدرتمند باشن، طبیعتاً میتونه پرستیژ و منافع ایالات متحده آمریکا چی در سطح منطقه و چی در سطح نظام بین‌الملل بهبود ببخشه و رشد بده. طبیعتاً در گفتگوهایی هم که صورت میگیره به باورم بیشتر چنین مسائلی قابل طرح هست و این مسائل هم به نفع در واقع ایالات متحده آمریکا است در سطح منطقه و افغانستان تبدیل میکنه به یک کشور باثبات‌تر و الگویی میشه در سطح منطقه با تمام مشکلات و روندهایی که در این فضا وجود داره. و از طرف دیگر نکته‌ای که نباید فراموش کنیم است که به عقیده ایالات متحده آمریکا تا دههای آتی در منطقه خواهد بود و ای ایجاب ازیر میکنه که ما به حیث یک کشوری که میتونه متحد اصلی ایالات متحده آمریکا در سطح منطقه خصوصا جنوب آسیا باشه، استراتژی مشخصتری باشیم و معیارهایی که به حیث متحد شناخته میشه برای ایالات متحده آمریکا برای خودمان واضح‌تر بسازیم. یک بخش از این موضوع ارتباط میگیره به انکشافی که در افغانستان صورت میگیره، خصوصا از لحاظ فرهنگی، خصوصا از لحاظ سیاسی و دموکراتیک شدن بیشتر افغانستان، و مسائل دیگر ارتباط میگیره به استراتژی کلان ایالات متحده آمریکا که در مبارزه با تروریسم داره و اینکه جایگاه افغانستان در این مبارزه با تروریسم چگونه تعریف میشه. بیشتر از اینا ارتباط میگیره به کار نخبگان سیاسی ما که در رأس هستند و تدوین سیاست خارجی که بتونه این فضای گسترده رو درک کنه و بر اساس او رفتار کنه. حالا امان قدر که در آغاز ایالات افغانستان به ایالات متحده آمریکا دارای اهمیت بود، حالا هم از امو جایگاه افغانستان نزد ایالات متحده آمریکا برخوردار است؟ ببینید، موضوع استراتژیک بودن افغانستان کمتر در سیاست خارجی ایران ایالات متحده آمریکا مطرح میدانم. من باورم بیشتر بر است که ناامنی که 11 سپتامبر خلق کرد برای ایالات متحده آمریکا طبیعتا افغانستان اهمیت داد در سیاست خارجی آمریکا و به تبع از او حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان به دنبال دیشه. حالا که همچنان در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا موضوع مبارزه با تروریسم از اهمیت بیشتری برخوردار است، چی در سطح جنوب آسیا، چی در سطح شرق میانه که شما بیشتر اشاره به گروه داعش کردین. حال کشورهایی که در این فضا یا در چارچوب استراتژی میتونن نقش بیشتری ایفا کنن، به همون نسبت اهمیت پیدا میکنن در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و صرفا بحث جغرافیا و موقعیت استراتژیک نمیتونه ارزش یک کشور در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بالا ببره. اشتباهی که ما در 3-4 سال اخیر میشه گفت انجام دادیم و تنش در روابط با ایالات متحده آمریکا ایفا کردیم. من باورم بر است که اهمیت یک کشور در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در شرایط بیشتر ارتباط میگیره به نوعی میشه گفت متحول بودن سیاست خارجی آمریکا. ایالات متحده آمریکا صرفا روی یک کشور در جنوب آسیا سرمایه گذاری نکرده. پاکستان بخشی از این استراتژی است، هند بخشی از این استراتژی است و ما در این چارچوبه باید سیاست خارجی ما را نسبت به ایالات متحده آمریکا تعریف و تدوین کنیم. حالا برخی نگرانی های دیگر وجود دارد که همزمان با رشد حراس افغانی در کشورهای عربی مانند سوریه و عراق و برخی کشورهای دیگر، تمرکز ایالات متحده آمریکا در آن کشورها بیشتر میشه و توجهش نسبت به افغانستان کمتر خواهد شد، چون حراس افغانی حالا از منطقه کشانیده میشه به کشورهای خلیج فارس و کشورهای عراق و سوریه و برخی کشورهای عربی دیگر. ببینید، جایگاه کشورها در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا رایگان داده نمیشه که یک کشور به دلیلی که در او تروریسم وجود داره، خب در صورتی که منافع ایالات متحده آمریکا در افغانستان دیگر نباشه،
آمریکا چرا در افغانستان باید حضور داشته باشه؟ شما گفتین یکی از دلایلی که فعلا ایالات متحده آمریکا در افغانستان زیاد توجه داره رشد هراس افغانی و افرادگرایی غرب زدایی است. ببینید، چیزی که در منطقه ما در سالهای پیش رو خواهیم دیش هم حضور ایالات متحده آمریکاست و هم تفکر افرادگرایی. این همزمان با یکدیگر وجود خواهد دیش و بستگی داره که کشورها چگونه در این چارچوبه، یعنی با دو بازیگر عمده، یعنی افرادگرایی و ایالات متحده آمریکا، چگونه سیاست خارجیشان رو تدوین میکنن. به صرفه به وجودی که تروریست وجود داره، هیچ کشور نمیتونه از اهمیت پایدار در سیاست خارجی آمریکا برخوردار باشه و به تبع او نیاز داره که هوشیاری در دیپلماسی که ما خلق میکنیم به وجود بیاد. من باورم بیشتر بر این است که کشوری که فانکشن یا کارکرد بیشتری داشته باشه در سطح منطقه، طبیعتاً جایگاه باثبات‌تری در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا پیدا میکنه و به تبع از او منافع ملیش در این منطقه بیشتر تامین خواهد شد. و اگر صرفاً ما بر این مبنا قرار بدیم که نیازمندی ایالات متحده آمریکا به افغانستان بیشتر است و به تبع از او منافع ملی ما تامین شه، من فکر میکنم چنین دیدگاه باثباتی نخواهد بود و زود از هم میپاشه. آقای پتمن، شما نگاه و ذهنیت دو رهبر تازه افغانستان نسبت به غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا چگونه می‌بینید؟ چی تفاوت ذهنیت رئیس جمهور غنی با ذهنیت حامد کرزی در برابر غرب وجود داره؟ حامد کرزی همواره از کارکردهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان انتقاد کرده و ایالات متحده آمریکا را یک کشور بی‌اعتماد گفته. سیاست داخلی ارک در 5 سال اخیر و مشاورینی که در اونجا وجود داشتن باعث تیرگی مناسبات با ایالات متحده آمریکا شد. اگر نه، ایالات متحده آمریکا با همان دیدگاه اولی که با افغانستان آمده بود کار میکرد و همیشه در کنار مردم افغانستان بودن. با وجود تنش‌هایی که آمدن، ولی هیچ وقت مناسبات به او سرحد نرسید که با مردم افغانستان رابطه خود قطع. فعلا هر مناسباتی که دو رهبر با هر کشور دیگر، چه ایالات متحده آمریکا و چه سایر کشورها، بر مبنای منافع ملی افغانستان و نیازمندی های افغانستان، ما کشوری هستیم که در 13 سالی که گذشتن هیچ نوع زیربنایی را نساختیم که به او متکی باشیم. چرا؟ 10 سال آینده که در پیش روی داریم نامشان دهه تحول گذاشته شد، به این خاطر که ما بریم به طرف خودکفایی و از کمک های جهان در ساختار زیربنای افغانستان استفاده کنیم. حالا ذهنیت رئیس جمهور غنی با ذهنیت حامد کرزی در برابر غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا چه تفاوتایی داره؟ ذهنیتش است که رئیس جمهور غنی اهمیت مناسبات با ایالات متحده آمریکا را میفهمد و ضرورتشان هم میفهمن، ولی با تاسف که جناب کرده به این نگاه میکرد که دوره ما میگذرد و با ما ارتباط ندارد. ولی ما در هر موقف در یک چوکات دولتی و یا غیر دولتی به حیث یک افغان باید به مسائل ملی کشور طوری نگاه کنیم که همیشه با ما مرتبط است، چی در حالت عهده‌داری یک عهده و چی به حیث یک فرد افغان. همیشه باید در این فکر باشیم که تداوم مناسبات با کشورها را از دیدگاه منافع ملی خود و ضروریات ملی خود باید بنگریم، نه به این اساس که زمان ما که تیر شد باز به اصطلاح بالایم در پسش کارچی میشه. این همین نقطه است که تعهد مرا با مردم افغانستان و تعهد مرا با ماموریتی که در پیشروی داریم نشان میده. ما در این باره یک مقوله حضرت علی کرم الله وجهه میگه در با آخرت طوری کار کنین که هیچ نمیمیرین و که عمل هزا میمیرین و به دنیا طوری کار کنین که هیچ نمیمیرین. به این معنی که ما باید اصلی حساب دهی را پیش خود طوری داشته باشیم که هر لحظه مورد سوال قرار میگیریم و حساب باید بدیم و کار را باید طوری بکنیم که تابت در خاک هستیم که هستیم هم
بالاخره در اینجا دفن میشیم، ما خاک ماست، با خاک خود و با مردم خود طوری باید وفادار باشیم که همیشه منافع شخصی خود از منافع ملی قربان کنیم و نگذاریم که فرصت هایی که به دست آمده باید به دست می آید به خاطر آبادانی کشور، به خاطر پیشرفت کشور و به خاطر غنامندی کشور از دست بدیم. یک فرصتی که تمام هموطنان ما شاهد عزیز بعد از 11 سپتامبر و بعد از اداره موقت به دست افغان ها آمد و تمام ما شاکیستیم که از این فرصت ها درست استفاده نکردیم. فعلا افغان ها انتظار عزیز دارد که علاوه از اینکه کار زیاد صورت بگیره باید جبران حداقل 13 سال گذشته را هم باید صورت بگیره و از این کمک هایی که کم شده باید طور استفاده کنیم که به مردم افغانستان نشان بدیم که ما صلاحیت عزیز هم داشتیم افغان ها و و و که چه قسم از امکانات محدود استفاده کنیم و تعهد عزیز هم داشتیم و این را باید به دنیا ثابت کنیم و طور کار نکنیم که اگر ما در یک وظیفه بودیم متعهد هستیم و اگر در یک وظیفه نمودیم باز تعهد ما با مردم افغانستان مشکنه و ما باز امو تعهدات ملی خود فراموش کنیم. یعنی اصل در زندگی تعهدات ملی است نه تعهدات وظیفوی. تشکر آقای هاشمی. این به همگان روشن است که افغانستان یک کشور نیازمند است، هم اقتصادش شکننده است، هم سیاستش و هم امنیتش. ما نیاز به تعادل به ایالات متحده آمریکا داریم. آیا آمریکا هم نیاز به تعادل با ما دارند؟ آمریکا در گذشته در حکومت حامد کرزی به گفته خود حامد کرزی اشتباهاتی را در افغانستان مرتکب شد، در امور حکومتداری مداخله کرد، نهادهای موازی را ایجاد کرد و حرفهای افغانستان در مورد مبارزه با هراس افغانی روابط با پاکستان گوش نمیداد. حالا ایالات متحده آمریکا چی تغییرات باید در روابطش با حکومت وحدت ملی به میان بیاره که امو اشتباهات گذشته بار دیگر تکرار نشه؟ ببینید سوال شما دو بخش داره. آیا ما نیازمند ایالات متحده آمریکا هستیم؟ طبیعتاً زمانی که شما در یک نظام بین‌المللی که صرفاً یک ابرقدرت حضور داره، تمام کشورها تلاش میکنن که روابط نزدیکتر خود رو که ابرقدرت ایجاد کنند و اگر کشوری به دنبال حفظ و بقای خودش هست و از قدرت کافی برخوردار نباشه، اساسی ترین اصل روابط بین الملل چنین چیزی رو ما راهنمون میسازه که اتحاد با چنین کشور منافع ملی و کشور میتونه تامین کنه. من همیشه بحثم بر سر ازی بوده که در منطقه جنوب آسیایی که ما و شما داریم صحبت میکنیم و ما بخشی از او هستیم، همیشه رقابت بر سر ازی وجود داره که کدام کشور متحد نزدیکتر به ایالات متحده آمریکا باشه، چون چنین کشوری میتونه نقش اصلی در جنوب آسیا ایفا کنه یا تا حدودی میتونه منافع ملیش بیشتر تامین کنه. طبیعتاً پاسخ واضح و روشن است که ما در جهان زیست میکنیم که ایالات متحده آمریکا جایگاهش واضح و مشخص است و هر چه روابط نزدیکتر باشه این منافع بیشتر تامین خوشه. ولی چنین بحث نیازمند از این است که منافع ایالات متحده آمریکا در منطقه به درستی شناخته بشه و با بحث های احساساتی در خصوص ایالات متحده آمریکا ما روابط به بحران نکشانیم. ما نیاز به یک نگاه دراز مدت داریم نسبت به ایالات متحده آمریکا که این منافع با یکدیگر تامین بشه. یعنی ما بیشتر روابط خود با ایالات متحده آمریکا بسازیم تا ایالات متحده آمریکا روابط خود با ما، چون ما یک کشور نیازمند هستیم. ببینید من بحث نیازمند نمیخوایم بگم، من میخوایم بگم که نوعی تعامل متقابل وجود داره به شرطی که درک متقابل از منافع هر دو کشور شکل بگیره در سطح منطقه و به اون نسبت میشه گفت که دو کشور در تعامل با یکدیگر در این منطقه منافعشان تامین میشه. این رابطه یک رابطه یک طرفه نیست که صرفا ما نیازمند باشیم یا ایالات متحده آمریکا صرفا نیازمند باشه. اگر قرار است چنین رابطه ایجاد بشه، من باورم بر این است که درک عمیق از منافع دو کشور در سطح منطقه بسیار ضروری است. یعنی دو سویه باید از باشه به خاطر تعادل در بهبود روابط. این دو سویه بودن نیازمند یک دیپلماسی فعال است، نیازمند یک نگاه آکادمیک در حوزه سیاست خارجی است، چون بدون این نگاه های کلان یا ویژن های کلان ما نمیتونیم درک کنیم که ایالات متحده آمریکا چه حساسیت هایی در منطقه داره و از طرف دیگر منافع ما رو ایالات متحده آمریکا در واقع تثبیت کرده نمیتونه. حالا دستگاه دیپلماسی حکومت وحدت ملی چنین یک توانایی را داره که درک کنه ایالات متحده آمریکا چی حساسیت هایی در منطقه داره تا روابطش با ایالات متحده آمریکا بهبود یابه؟ من فکر می کنم که دستگاه دیپلماسی ما در حکومت وحدت ملی در ابتدای راه است. هنوز ما نمیتونیم در واقع بیایم نتیجه گیری کنیم که چه اتفاقی رئیس جمهور سیاست خارجیش با کشورهای منطقه و جهان معرفی کرد در مراسم تحلیفش. ببینید من یک پیشنهاد دارم و او ایست که پیشترم گفتم، ما نیاز داریم که در وزارت خارجه ایمان یا در
پهلوی وزارت خارجه نهادهای مطالعاتی ایجاد کنیم، مثلا نهادهای مطالعاتی ایران شناسی، پاکستان شناسی، آمریکا شناسی، روسیه شناسی، تا بر اساس کارهای تحقیقاتی علمی که صورت میگیره مشوره های صحیح به نخبگان سیاسی ما داده بشه که هیچ رئیس جمهوری به نظر من در تمام جهان حتی ایالات متحده آمریکا بی نیاز از چنین نهادهای مشورتی نیست. چنین نهادهای میتونن منافع ما در سطح منطقه‌ای که رقابت در او شدید است، خصوصا از سوی همسایگان نسبت به افغانستان، تامین کنند و روابط استراتژیک تری ما خود ایالات متحده آمریکا برقرار کنند. آقای پتمن، شما گفتین که حکومت حامد کرزی اهمیت روابطش با ایالات متحده آمریکا را نفهمید و نتونست از این روابطش بیشتر استفاده کند. آیا آمریکا هم در زمان حامد کرزی اشتباهاتی را در افغانستان مرتکب شد که سبب تیرگی روابط کابل و واشنگتن شد در آنجا؟ ببینید، ایالات متحده آمریکا و در مجموع کشورهایی که در افغانستان به خاطر مبارزه با تروریسم آماده بودن از خود هم اهداف داشتن و ما قبلا به حضورتان عرض کردیم که ما باید اهداف مشترک با یا پیدا میکردیم و از این جوی که ایجاد شده بود منافع افغانستان استفاده میکردیم. جنگ یک چیزی تعریف شده نیست، طبعا فراز و نشیب داره و در او خطاهای صورت میگیرند، ولی برای تلافیشان آدم یک رسوایی را نمیسازن، به اصطلاح بین خود میشینن و راه های حل پیدا میکنن که شیوه جنگ باید چطور شود تا بالاخره هر دو کشور، به خاطر از اینکه موافقت افغانستان موافقت آمریکا بود و موافقت آمریکا موافقت افغانستان بود، یعنی هر دو کشور یک جای با حراست افغانی و تروریسم مبارزه میکردن و اهداف مشترک دنبال میکردن که فعلا هم این اهداف مشترک دنبال میکند. ما زمانی که سخنان در روابط دو کشور موضوع تا سرحد ملامتی برسه که تو ملامت هستی و ما ملامت هستیم، در صورت باز توقع یک مناسبات حسنه در رابط دو کشور آدم توقع نمی داشته باشه. پیش از اینکه موضوعات به این سرحد برسه و پیش از اینکه سران دو کشور ابراز نظر کند، تبریک هاشمی صاحب گفتن، در پایین باید دیپارتمنت های وجود داشته باشه که همو دیپارتمنت ها مناسبات تحلیل کنه، همو تمام استراتژی ها را بسازن که ایالات متحده آمریکا هم چون دیپارتمنت ها را دارن. ایالات متحده آمریکا نیست که سیاست هفته ای خود می سازد و یا سیاست سالانه خود می سازد، حداقل برای 20 سال یک استراتژی می سازد، حداقل تا جایی که ما معلومات دارم، و با اساس همون استراتژی پیش میره. چه قسم میتونه که در اون حالتی که یک دپارتمنت، یک مؤسسه اکادمیک برای ازوا مشوره های داشته باشه، یک تحلیل صورت گرفته باشه، آنان دو تغییر بیارند، تبع یک دپارتمنت دیگه باید یک تحلیل جدید برای ازوا ارائه کنند که مناسباتی است. ایالات متحده آمریکا از دیدگاه دوره جهاد با افغانستان داخل شده بود و در دوره جهاد پاکستان محور بود. وقتی اگر ما میخواستیم که این نظر اساسی ایالات متحده آمریکا را تغییر بدیم، این با اساس بیانهای مطبوعاتی نمیشد، این با اساس تحلیل های میشد که هر دو کشور متخصصینشان با هم صحبت های میکردن، تحلیل های را درست میکردن، تا دپارتمنت های ایالات متحده آمریکا قانع میشد به تغییر سیاست. ما تغییر سیاست از طریق فشار و از طریق مطبوعات آورده نمیتونیم، تغییر سیاست از نگاه مناسباتی که درونی با میان می از نگاه تعریف منافع می. ایالات متحده آمریکا دوست داشتن که اساکیرشان کم بمیرن در جنگ موافق شود و به حیث یک کشور موافق پس بگردن قوایشان به ایالات متحده آمریکا. کی میخواهد که شکست بخورد؟ هر کس میخواهد در یک جنگ پیروز شود، در یک استراتژی پیروز شود و در یک جایی که میرن پیروزمندانه پس بگردن. علاقمندیشان بود، ولی ما باید به واسطه از اینکه به طرف مطبوعات میرفتیم راههای را نشان بدیم. اشتباهاتی که ایالات متحده آمریکا در زمان حکومت حامد کرزی مرتکب شد و این اشتباهات نیاز به اصلاح و بازنگری داره و نباید این اشتباهات در حکومت وحدت ملی تکرار شود، چی است؟ مناسبات حسنه، تحلیل از طرف کسایی که در این موضوعات وارد هستند و بعد از دست قرار دادن برای رئیس جمهور افغانستان، که رئیس جمهور افغانستان به تنهایی خود تصمیم نگیره و سخن اخیری رئیس جمهور زمانی بگویند که پایه های پایینی گپای خود گفته باشند و با اساسی معلومات دقیق و با اساس استراتژی که در پایین ساخته میشه و رئیس جمهور تطبیق کننده از او هستند
باید عمل صورت بگیره. رئیس جمهور باید به حیث سخنگوی عمل نکند، رئیس جمهور باید به حیث رهبر عمل کند و رهبر زمان سخنی خود میگوید که سخن آخری باشد، سخن اولی را رهبر نمیگوید. شما دیدین که اکثر مصاحبه های رئیس جمهور تصحیح میشد، وقتی سخن میگو با سخنگویشان یک ساعت دو ساعت توضیح میدادن که نه رئیس جمهوری تو نگفته، این طور گفته رئیس جمهور نگفته. اشتباهاتی که ایالات متحده آمریکا در زمان حکومت محمد کرزی مرتکب شد، ما بیشتر بحثم بالای از اوست که بار دیگر امی اشتباهات در حکومت وحدت ملی تکرار نشود، چی است؟ ما کلمه اشتباه را برای هر دو طرف استعمال نمیکنم، به خاطر از اینکه ما گفتم که جنگ از قبل تعریف نمیشه. اشتباهات خود داره. سیاست ایالات متحده آمریکا در افغانستان ای بود که افغانستان را نجات دادن. یعنی هیچ اشتباهی را مرتکب نشد. ما نمیگیم که هیچ اشتباهی را مرتکب نشد. از کمک های ایالات متحده آمریکا استفاده درست نشد و این گناه یک طرفه نبود، گناه هر دو طرف بود. افغانستان به طرف فساد رفت. گناه یک طرف نبود، گناه هر دو طرف بود. فساد بود که در تجدید جنگ کمک کرد. پس فساد کی آورد؟ فساد به تنهایی خود، یعنی تنها در کمک های ایالات متحده آمریکا نبودند. دستگاه هر دو طرف نیاز دارند در روابط خود بازنگری کنند. موضوع فساد، دستگاه فاسد حکومتی افغانستان باعث شد که دست بتن به دستگاه فاسد خارجی. افغانستان مفسد شد. وقتی که مفسد شد تمام سیاست ها ناکام میشه. در حکومتداری خوب سیاست ها موفق میشد. ما باید حکومتداری خوب بیاریم که میاریم و رهبری فعلی افغانستان با حکومتداری خوب متعهد است. تشکر از شما. و این حکومتداری خوب میتونه که اشتباهات گذشته را تلافی تشکر از شما. آقای هاشمی، در اخیر از شما میپرسم بسیار کوتاه با پوزش پاسخ بدین که فرصت ما کم است. حالا رئیس جمهور غنی قرار است نخستین سفر خود از چین آغاز کنه و در دیدار با رئیس جمهور چین برخی توافقنامه ها را میان کابل و افغانستان امضا کنه. چین از رقیبان بسیار جدی ایالات متحده آمریکا، رقیب سیاسی و اقتصادیش در منطقه به شمار میره. این سفر چقدر میتونه بالای روابط کابل و واشنگتن تاثیر منفی بگذاره؟ خب طبیعتا ما در یک جهان زیست میکنیم که قدرت‌های کلان در همسایگی ما وجود دارند و ایالات متحده آمریکا صرفا نمیخواد یک روابط یک جانبه ما بین افغانستان و کشور برقرار بشه، ولی یک نکته من میخوام بگم که او ایست که چین درست است رقابت اقتصادی خود ایالات متحده آمریکا در سطح نظام بین الملل داره، ولی در خصوص افغانستان به باور من منافع مشترک ما بین دو کشور در خصوص مبارزه با تروریسم وجود داره که هزینه نظامی و اقتصادیش بیشتر ایالات متحده آمریکا پرداخت میکنه و از این منبع میشه گفت که چین هم سود میکنه. میشه گفت به در یک کلام خلاصه که رقابت چین و ایالات متحده آمریکا در درون افغانستان و شدتی که ما تصور میکنیم وجود نداره. میشه گفت یک حوزه همکاری است افغانستان. یعنی هیچ نگرانی ایالات متحده آمریکا از نفوذ بیشتر چین در افغانستان و روابط گسترده افغانستان با چین نداره؟ خب، کلمه هیچ کمتر میشه کاربرد داشته باشه اینجی، ولی من بیشتر دیدگاهم ایست که بو اندازه که ما تصور میکنیم که رقابت دو کشور در سطح نظام بین الملل از به همون نسبت در افغانستان وجود داشته باشه، من چنین باور ندارم. حالا برخی گفته های دیگر وجود داره، تا سیاستگران ایالات متحده آمریکا گفته تنها چینی است که میتونه جایگاه ایالات متحده آمریکا رو در جهان به حیث یک کشور ابرقدرت بگیره. خب طبیعتا در سطح نظام بین الملل باز من تاکید میکنم که چنین رقابتی ما بین دو کشور چین و ایالات متحده آمریکا خلق شده، وجود داره و تداوم خواهد داشت. اما در مورد افغانستان که میرسیم، این میشه گفت که نگاه متفاوت تر خواهد بود. به اون نسبتی که تضاد یا بشه گفت رقابت وجود داره ما بین دو کشور، به باور من در سالهای آتی در افغانستان چنین رقابت ما بین چین و آمریکا شک نمیگیره. تشکر از شما فردین هاشمی، استاد دانشگاه کابل، و صدیق الله پتمن، آگاه مسائل سیاسی. و در بخش اخیر برنامه، نظری پریانی، روزنامه‌نگار، و نبی مصداق، آگاه مسائل سیاسی، درباره یک هفته اخیر کاری حکومت وحدت ملی با ما گفتگو خواهد داشت. امروز جمعه از ایجاد حکومت وحدت ملی 26 روز گذشت. دیروز پنج شنبه رئیس جمهور غنی در 25مین روز کاریش با گورنر جنرال استرالیا دیدار کرد. در این دیدار رئیس جمهور به این جنرال استرالیایی اطمینان داد که پس از این کمک های این کشور به طور شفاف و مؤثر در افغانستان به مصرف خواهد رسید. در همین حال رئیس جمهور غنی دیروز ضمن پذیرفتن کنارگیری عبدالسلام عظیمی رئیس دادگاه عالی از خدمات وی با اهدای مدال عالی دولتی قاضی امیر امان الله خان تقدیر به عمل آورد. رئیس جمهور غنی در حال از رئیس دادگاه عالی تقدیر می کند که وی در همان نخستین ساعات انتقال قدرت به وجود فساد در نهادهای عدلی و قضایی کشور اشاره کرد و خواهان اصلاحات جدی در این نهادها شد. لستر محکمه نپدیر احترام همدانن غوارم
چه په یو میاشت کې دننه د مکافاتو او مجازاتو د اصل په اساس د محاکم و د ټول پرسنل ارزونه وکړي. با این همه یک نظرسنجی تازه از سوی یک نشریه خارجی به نام گلوب درباره نهادهای قضایی جهان به نشر رسیده که نشان می‌دهد تنها 25% مردم افغانستان به نهادهای عدلی و قضایی اعتماد دارند. بر بنیاد این نظرسنجی مردم افغانستان پس از تایوان بدبین‌ترین مردم آسیا نسبت به نهادهای عدلی و قضاییشان در جهان هستند. اما لوی سارنوالی این نظرسنجی را نمی‌پذیرد. 50% رضایت مردم افغانستان که مطابق قوانین حافظه کشور مثلا در دوسیا دو جناح موجود است که یک جناحش خوش می باشه و یک جناحش ناراضی از سارنوالی، این 50% از سارنوالی کسب کرد. با باور برخی از آگاهان موجودیت فساد و به اعتمادی نسبت به این نهادها سبب شده است که مردم به دادگاه های غیر منصفانه و صحرایی طالبان پناه ببرند. آوردن اصلاحات در نهادهای انتخاباتی نیز بخشی از توافقات حکومت وحدت ملی است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در ششم ماه میزان در دیدار با بزرگوار ولایت بدخشان گفت که به زودی تغییرات در نهادهای انتخاباتی خواهد آمد، اما ظاهرا تا اکنون در این باره اقدام صورت نگرفته است. با ادامه برنامه خوش آمدین. در این بخش برنامه نظری پریانی روزنامه‌نگار و نبی مصداق آگاه مسائل سیاسی اینجا با من هستند. مهمانان عزیز بسیار خوش آمدین. آقای پریانی، شما روزنامه‌نگار هستین، رویدادهای سیاسی امنیتی اقتصادی افغانستان هر روز دنبال میکنین. در این یک هفته حکومت وحدت ملی چی کارهای چشمگیری انجام داده؟ به نام خدا و عرض سلام. سلام. اتفاق خاصی در این هفته صورت نگرفته الا استعفا و تعیین کسی به عنوان سرپرست در دادگاه عالی افغانستان به نام آقای راشد رشید یا رشید راشد. این برازنده ترین اتفاق بود که صورت گرفت و روی دست گرفتن پرونده 5 وزیری که در کابینه آقای کرزایی کار کرده بودند بار دیگر و همچنان ادعای جدیت در مبارزه با فساد از کارهایی بود که در این هفته دیده شده. حالا مشاور نخست وزیر پاکستان و همچنان مشاور امنیت ملی هند هم وارد کابل شدند و رئیس جمهور و رئیس اجرایی گفتگو کردند. سفر نخست وزیر ترکیه هم رئیس جمهور ترکیه هم به افغانستان صورت گرفت و گفتگوی آقای اوباما با هر دو رهبر دولت وحدت ملی هم بود که اینا بود خارجی حالا مسئله اصلا ما در داخل کار قابل توجه به جز یک مورد که استعفای رئیس پیشین دادگاه عالی افغانستان و تعیین یک کس دیگر به عنوان سرپرست در این مقام اتفاق خاص دیگری از این دست نیفتاده و پیشرفتی هم در این هفته در زمینه مبارزه با فساد صورت نگرفته. حالا شما میدانید که رئیس جمهور غنی در جریان سخنرانیش در مراسم تالیف از موجودیت فساد در دادگاه عالی و نهادهای عدلی و قضایی انتقاد کرد. حالا این استعفای سرپرست دادگاه عالی و همچنان گزینش فرد دیگر به عنوان سرپرست در دادگاه عالی چگونه برداشت میکنین؟ رئیس دادگاه عالی پیشین اگرچه یک رئیس قانونی نبود و مشروعیت خود از ارگانی که برش باید مشروعیت میداد و تعیینش میکرد که بارد از مجلس نمایندگان بود نگرفته بود و استعفای از اونا هم در واقع دو تا عامل داشت. یکی که آقای عظیمی که شخصیت محترمی هم بودن هستن درک کردن که در کابینه دکتر غنی اونا جایگاهشون نیست و حتما یک کسی دیگه در روز سمت تعیین میشه و این رو هم درک کرده بودن که مشروعیتشان در پارلمان نبوده و اگر دوباره خب با اون سمت هم اینا گماشته نمیشدن از ناممکنات بود. و نقطه اصلی یا بهانه این همه مداخله رئیس جمهور در
بر بنیاد ادعای اونا در کارشان، در کار قوی قضاییه و در ارگان قوی قضاییه. یعنی فشار رئیس جمهور سبب شد تا عبدالسلام عظیمی از سمتش استفاده بودن. دلیل شد تا همه این عوامل دست به دست هم دادن و سبب شد تا آقای عبدالسلام عظیمی قبل از اینکه رئیس جمهور کسی دیگه رو بجایز اینو معرفی بکنه خودشان استفاده بودن. تشکر. اما رئیس جمهور غنی در آغاز سخنرانیش در حکومت وحدت ملی از موجودیت فساد در دادگاه عالی انتقاد کرد، اما پس از پذیرفتن استعفای عبدالسلام عظیمی از کارکرد وی در دادگاه عالی ستایش کرد و حتی عالی‌ترین مدال دولتی غازی امان‌الله خان برایش داد. این به چی معناست؟ اما حرفای رئیس جمهور غنی برای مبارزه با فساد از زیر پرسش قرار نمیده؟ دقیقاً رهبر زمان در نظر مردم یا یک مسئول، مثلا رئیس جمهور در نظر مردم و در ذهن مردم با سوال مواجه میشه که حرف و عملش در تناقض قرار میگیره. چیزی که آقای اشرف غنی احمدزی مرتکب شد همین نکته است. از یک طرف انتقاد شدید از قضا کرد و مسلماً او شورای عالی هم مستثنا از این انتقاد نبود، اما زمانی که یکی از اعضای شورای عالی که در این حال رئیس دادگاه عالی افغانستان یا رئیس ستر محکمه است استعفا میده، هم برای او مدال داده میشه که هیچ ایراد زیاد نمیتونه واسه هم داشته باشه، علی‌رغم این که حالا سوالات را ایجاد میکنه، اما از همون شورای عالی کسی دیگه را به عنوان سرپرست اینو تعیین میکنن که اگرچه راه هم نداره که از جای دیگه تعیین شوه، اما نشان میده که اینا بر چیزی که بسیار زیاد میگن باز دقت ندارن که من چی گفته بودم و عمل خودم چگونه انجام بودم. اما در خصوص دادن یک مدال از لحاظ تشریفات عیب خاصی نداره برای رئیس جمهور که بر رئیس پیشین دادگاه عالی داده، علی‌رغم کوتاهی که حالا در روی داره وجود داشته و گماشتن یک نفر دیگر از اعضای شورای عالی. اما رئیس جمهور غنی گفتند که عبدالسلام عظیمی در جریان ماموریتش در دادگاه عالی در راستای تطبیق قانون و تأمین عدالت کارهای چشمگیری انجام داده. خب شکی نیست که تناقض در حرف و عمل آقای رئیس جمهور در خصوص دیده شده، اما ای باز هم یک نکته دیگر باید بگویم که آقای سلام عظیمی تقریبا مدت زیاد است که در پست این اداره کار کرده و هر اتفاقی در اونجا از لحاظ پیشرفت اگر صورت گرفته باشه را میشه مربوط به اینا بدانن و بیشتر یک صحبت تشریفاتی است تا صحبت بسیار دقیق. و آقای مزداق، تا حالا حکومت وحدت ملی پرونده کابل بانک که بزرگترین پرونده فساد مالی در افغانستان است به انجامش نرسانده که پرونده پنج وزیر پیشین دوباره باز کرده به خاطر بررسی، در اینجا فکر نمیکنه که تقسیم قدرت و حکومت در بخش مبارزه با فساد در اینجا تقسیم میشه، همزمان بالای چند پرونده کار میکنه؟ پرونده کابل بانک، پرونده پنج وزیر پیشین و همچنان پرونده واپسگیری زمین های غصب شده در اینجا سبب میشه که کارهای خوبی از این کارهای حکومت به دست نیاید. خوب، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و بر برادر عزیزم و شنونده. رئیس جمهور در انتخابات وعده کرده بود که بعضی مسائل را که باعث فساد در افغانستان شده و یکی از موضوعات بسیار مهم بعد از صلح در افغانستان است و این اقدام میکنه و اونا شروع کردن این پرونده ها را، دوسیه از اینا را باز کردن، یکی پای دیگر وقت برشان دادن که باید به وقت معین خود تصفیه شوه یا به یک جایی برسه که ملت از یک طرف قناعتش حاصل شوه و از جامعه بین المللی از طرف دیگه، خصوصا در باره نهادهای کمی پرونده ها را باید بررسی کنند. توانایی از این دارن که همزمان چند پرونده فساد به انجامش برسانه و نتیجه خوب از او به دست بیایه؟ البته اونا میتونن، برای از اینکه پرونده ها برای اونا نو نیست، با مواد پرونده ها اینا آشنا هستند.
اما تصمیم گرفته نمیتونستند. بر ازی که دمی 13 سال موقع ازی برشان نبود که اینا تصمیم بگیرند. حال موقع بر از اینا رسیده و در بعض جا چند نفر دیگه از بیرون هم امرایشان همکار هستند تا به وقت را که رئیس جمهور برشان داده میره به یک نتیجه برسانه. حالا پرونده کابلوانگ گفته باید تا یک ماه یا یک نیم ماه دیگر به انجامش برسانه. تا حالا کار صورت نگرفته که مردم امیدوار باشه که حکومت وحدت ملی موفق به این پرونده خواهد شد. 14 متهم پرونده کابلوانگ فرار کردند. بله دیگه، خب یک اینا که فرار کردن معلوم میشه که این پرونده ها به یک جای رسیده و اونایی که سرش کار میکنن برای کسایی که فرار کردن برای اونا خبر رسید که اگر اونا به میجه ببانند امکان داره که قدم دیگه اونها طرف پل چرخی باشه. دیگه به اون نسبت اگر این سر از این کار نمیشد چرا اینا فرار بکنن؟ چرا فرار امی متهمان از افغانستان خودش ضعف حکومت نیست؟ چگونه یک متهم میتونه از افغانستان فرار کنه؟ بله باید اینا نمیکردن، درست است. باید اینا پس در اینجا هم توانایی حکومت به خاطر بررسی همزمان چند پرونده بزرگ زیر پرسش قرار نمیگیره؟ خب ببینین، از یک طرف ما مرزهای ما، سرحدات ما بسیار مشکل است که کنترل شود و باز است، خصوصا سرحد شرقی و ما و هم سرحد غربی ما. دیگه ما نمیفهمیم که هم از اینا از کدام سرحد رفتن، اما برآمدن و به اینترپول خبر داده شده که اینا را پس بیارن بر افغانستان. اما یک مشکل است، بله، بعض از اینا طبیعی ممالک مختلف است. اگر در او جبره در او بعض ممالک و قوانین از اونای تر است که طبیعی خدا اگر کدام قرارداد با افغانستان نداشته باشند پس روان نمی کنند. دیگه به اون نسبت مشکلات هست، اما دوسیه باز است، کار به شدت سرش جریان داره و توقع میشه که به میکنی ماهی را که دکتر صاحب اشرف غنی برای پرونده بانک چیز کابل بانک وقت داده بود تا به 80-90% تصفیه شود. تشکر شما. آقای پریانی، در این یک هفته اخیر شما چی چالش سر رای امی برنامه حکومت وحدت ملی تا حالا دیدین؟ عمدترین چالش که فراراه دقل بحث همین مبارزه با فساد یا ایجاد اصلاحات، مخصوصا مبارزه با فساد وجود داشته، اما ضرب المثل معروف است که میگن برداشتن سنگ کلان علامت نزدن است. وقتی که میبینیم بحث مبارزه با فساد از آدرس ریاست جمهوری به جایی که یک بحث تکنیکی عملیاتی و جواب دهنده باشه، بیشتر یک بحث هیاهویی و رسانه است که میتونه فقط ذهنیت های عامه را در بر بگیره، به این نتیجه میرسیم که مشکل یکی از چالش های عمده خود همین نوع پالیسی است. چالش دوم عدم توجه یا عدم دقت بیشتر برای قبول کردن افراد است که فساد واقعی را انجام دادن، یعنی شناخته شدند که فاسد هستند. اما ریاست جمهوری ممکن این را نمیپذیره که اونا فاسد هستند، رویا روی دلایل سیاسی یا هم روی دلایل شخصی، و چهره از اونا مشهود است که حالا من نمیخوام این نام بگیرم، اما هیچ نوع حرف در خصوص از اینا گفته نمیشه و پرداختن به مسائل کهنه مثل مثلا دوباره مطرح کردن قضیه کابل بانک به جای از این که مسئله دم دست که انتخابات افغانستان است، اگر ما در کابل بانک 900 میلیون دلار زیان دیدیم در فساد کابل بانک، مشاهده کردیم که بر اثر تقلبی که در انتخابات صورت گرفت و مبنای حکومت ما توافق سیاسی شد، افغانستان از رهگذر حداقل خود بحث شمارش آرا و ایگپا و بجا رفتن پروسه انتخابات
نزدیک به 4 میلیارد دلار صدا بدی. دو نامزد توافق کردن پس از آغاز به کار بیدرنگ اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی به میان میارن، اما تا حالا کار صورت نگرفت. امروز نهادهای نظارت کننده انتخابات هم از این کار حکومت که تا حالا هیچ به خاطر اصلاحات در نهادهای انتخاباتی گامی نبرداشتن انتقاد کردند. چرا فکر میکنی حکومت چنین کار نکرده؟ یکی از چالش های دیگه که سبب موفق نشدن یا درست کار نکردن دولت وحدت ملی در این هفته در این صد روز شده، نپرداختن به او تعهدات است که هم در توافقنامه سیاسی شده و هم در روز تحلیف هر دو رهبر بیان کردن. از این لحاظ ما میبینیم که برای برخی از وعده ها پشت پا زده میشه و خود بحث مسئله کابل بانک فلا که بسیار مهم هم باشه، چون یک بحث است که ذهنیت عامه را به خودش سود چرب میکنه، میتونه به خاطر دور انداختن قضیه انتخابات صورت گرفته. حالا حکومت میخواه با استفاده از پرونده کابل بانک به نفع خودش ذهنیت سیاسی کنه در میان مردم. دقیقاً از زمانی که بحث کابل بانک مطرح شده، بحثی که میسون انتخابات به شدت زیر شای و قرار گرفته و حتی ناپدید در حالی که با گفته شما کمیسیون انتخابات مهمتر از پرونده کابل بانک، زیان‌های کلانتر نسبت به قضیه کابل بانک به یک کشور وارد کردن. در کابل بانک اگر ما 900 میلیون دلار مشکل داریم، کمیسیون انتخابات ما رو 104 میلیارد دلاری زد. تشکر شما. و آقای مصداق، در 3 دقیقه اخیر میخوام با شما در مورد تشکیل کابینه تازه بحث کنم. یکی از آزمونهای بزرگ سر راه حکومت وحدت ملی ایجاد کابینه تازه میباشه. در این یک هفته اخیر هم حکومت هیچ جزئیاتی به مردم افغانستان درباره پیشرفت‌ها به خاطر ایجاد حکومت کابینه تازه ندادن. فکر میکنه چرا تا حالا حکومت نتونسته کابینه تازه را حتی کارهای ابتداییش آغاز کنه؟ خب رئیس جمهور گفته بود که من 45 روز وقت کار دارم که حکومت خود تشکیل کنم و کابینه را برای آخر مانده بود، اما کار سر کابینه شروع شده. یک کمیسیون 10 نفری، 5 نفر از هر دو طرف سرش کار کرده. این کمیسیون سر مو اعلامیه 3 فقره کار میکنن، کار کردن و مو زمیمه که به او بود سر از او کار میکنن و توافقنامه که در بین هر دو امضا شده بود سر از او کار میکنن تا معلوم شود که صلاحیت ها در کجاست و کدام طرف چی وعده داده و اونا را اینا برالا بسازن و بعد از او برای رئیس جمهور راپور خود پیش بکنن که به اساس چیزی که امی کمیسیون پیشنهاد میکنه و خود رئیس جمهور بعد از او تصمیم بگیره که کی را باعث وزیر مقرر میکنه. چه افراد مقرر خواهند شد در کابینه تازه به حیث وزیر و یا والی و سفیر و دیگر اعضای حکومت؟ دکتر صاحب اشرف غنی بسیار اصرار کرده که باید کسایی باشه که سابقه خدمت در افغانستان داشته باشه، کسایی باشه که دستشان در اختلاس و رشوت نباشه، کسایی باشه که به درجه بسیار عالا تعلیم داشته باشه، تحصیل کرده باشن و به مو مسلک اینا میخواین اونا رو در وزارت ها در جریان کارزارهای انتخاباتی در بدنه هر دو دسته انتخاباتی کسانی بودن که از کارکرده های اونها انتقادهایی وجود داشت، متهم به ناکرایی در دستگاه حکومت آمد کرزی بودن. حالا آنها هم منتظر چوکی تازه در حکومت وحدت ملی هستند، لحظه شماری میکنن. خب یک چیز رئیس جمهور واضح ساخته که اگر کسی حتی یک روز هم به حیث وزیر یا والی در حکومت آقای کرزی کار کرده باشه، او پس با جای خود به او سمت مقرر شده. پس سرنوشت کسانی که با دو دسته انتخاباتی در جریان پیکارهای انتخاباتی کار کردن، وزیر بودن، والی بودن در حکومت حامد کرزی و چی خواهد شد؟ اونا پس به این سمت ها مقرر نمیشن. چی ضمانت وجود داره که مقرر نخواهد شد؟ خب چیزی که خود رئیس جمهور گفته که ما نمیخوایم که مو اشخاص با تشکر. میتونه که اونا را بایسه مشاور مقرر کنه، میتونه که اونا را به مو جای به وزارت ها به دیگر کرسی ها مقرر کنه، اما بایسه وزیر و والی مقرر نمیشه. تشکر شما. نظری پریانی روزنامه‌نگار و نبی مصداق آگاه مسائل سیاسی. و از شما بیننده ها هم سپاس که تا حال همراه من بودید. شبتان خوش.